یا روابط عمومی. اگر مردم شهر شما به سیرک بیان، غرفه های متعدد رو بازدید کنن، پول خرج کنن، خوراکی بخرن، بلیت بخرن و قسمت های مختلف رو بیان ببینن و شما درآمد خوبی رو کسب کنید، این میشه سیلز یا فروش. و اگر شما همه این موارد رو از قبل برنامه ریزی کرده باشید، این میشه بازاریابی یا مارکتینگ. یک تعریفی رو میخوایم از بازاریابی با همدیگه داشته باشیم. دیدید؟ بازاریابی مجموعه ای شد از فرایندها. بریم ببینیم تعریف انجمن بازاریابی آمریکا ادیشن 2017 چیه؟ میگه بازاریابی مجموعه نهادها، فعالیتها و فرایندها. دقت کردید؟ دیدید اینجا ما فرایند داشتیم، فروش داشتیم، روابط عمومی داشتیم، تبلیغات داشتیم، ترویج داشتیم، اعلان عمومی داشتیم. همه اینها چی شد؟ شد یک فرایند که به خلق ارتباط، ارتباط شامل چی؟ اطلاع رسانی و کسب اطلاع، تحویل و تبادل پیشنهادها یا آفرینگز مربوطند. مبادله هایی که برای مشتریان، کارفرما، شرکا و در مقیاس بزرگتر جامعه ارزشمند محسوب می شود. خب، سه تا نکته رو می خواهم اینجا بهتون بگم. یک، بازاریابی یک سری فرایندها و فعالیت های از قبل برنامه ریزی شده و مشخصه. بازاریابی به این نیست که من یک محصول رو بگیرم برم در مغازه ها، در خونه ها به مردم فشار بیارم بگم بیاید این محصول از من بگیرید بعد اسمم رو بذارن بازاریاب. خب، بازاریابی یک سری فعالیت ها و فرایند های سیستماتیک و علمیه. این نکته اول. نکته دوم، اگر دقت کرده باشید تو نسخه 2017 این تعریف تحویل و تبادل پیشنهادها. پیشنهادها یعنی چی؟ بریم با هم دیگه ببینیم پیشنهادها یعنی چی. قبلا ما میگفتیم چی داریم؟ کالا داریم، فقط یک کالا داریم. بعد از یه مدتی اومدن گفتن خب اون آرایشگری که مثلا میاد موهای ما رو آرایش یا پیرایش میکنه هیچ کالایی به ما نمیده، در واقع داره یک خدمت رو به ما عرضه میکنه. پس اینجا هم کالا داریم و هم خدمت داریم. گفتیم خب ما چه چیزی رو به اینا بگیم که دیگه نخواهیم بگیم کالا و خدمت؟ گفتیم خب کاری نداره، به اینا میگیم چی؟ به اینا میگیم محصول. بعد از یک مدتی گفتیم که ای بابا یک چیزی جدیدی اومده، یک سری ارزش های دیجیتال. مثلا من میرم توی اینستاگرامم آموزش میدم، من میرم توی اینستاگرامم، من یک شخصی هستم، یک بلاگری هستم که خیلی فالوور دارم و میتونم تبلیغات انجام بدم. به این خدمت چی میگن؟ اینا رو میگن بهشون ارزش‌های دیجیتال. پس ما الان هم کالا داریم، هم خدمت داریم و هم ارزش‌های دیجیتال داریم. گفتیم خب پس به این مجموعه چی بگیم؟ گفتیم به این مجموعه میگیم پیشنهادها یا آفرینگ. پس این در واقع تغییراتیه که در بازاریابی ما باهاش مواجه هستیم. حالا نکته بعدی که میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم، کسب و کارها دیگه فقط روی مشتریان، شرکا تاثیرگذار نیستن، بلکه در مقیاس بزرگتر برای جامعه هم ارزشمند محسوب میشوند. این یعنی همون مسئولیت اجتماعی که کسب و کارها باهاش الان مواجه هستن. میخوایم حالا بریم ببینیم که محتوا یعنی چه. اگر به وبسایت تاپ رنک بلاگ یک سری بزنیم، میبینیم که تقریبا هیچ تعریف مشخص و شفافی از محتوا وجود نداره. حدود 40 تا تعریف از محتوا برای ما میاره. یکی دو تا تعریف رو ما آماده کردیم که به شما ارائه بدیم. یکی از تعریف‌ها اینه که شکلی از اطلاعات که ساختار مشخص داره و برای انسان
قابل درکه و البته قابل ویرایش هم هستش. تعریف دوم که خودم دوستش دارم این تعریف رو اینه که محتوا رو به هر گونه chúng ta sẽ để cố định, khi lấy tóc thì chúng ta sẽ để cố định tóc.